سلام برادر خاره عزیز دوستای عزیز مهمونای عزیز در این مکان و همینطورم کسانی که از طریق اینترنت با ما وضع شدن خوشحال هستم که خدا به ما این امکان رو داده که مخصوصا در این روزای سختی که هستیم و میریم در و روز زندگی میکنیم بتونیم با روزه و دعا و شفاعت امروز اینجا جمع بشیم و بتونیم با همین با این اتحاد دعا کنیم و ما می‌دونیم که بزرگترین قدرتی که ما داریم اختیاری که دادیم خداوند به ما بخشیده و اینم دعاست. به این خاطر در این دوران سختی که ما زندگی می‌کنیم باید بدونیم ما چطور باید بیستیم یا چه باید کرد. الان بعضی وقت هست که زمانی که اتفاقاتی می‌افته زود فکر می‌کنیم الان یه کارهای اکسالعملهایی باید انجام بدیم که چیز نورمالی که اتفاق می‌افته طبیعیه. فقط من به عنوان کشیش کلیسا میخوام توجه را به چند مورد جلب کنم و آگاهی بدم چون واقعا کلام خودم میگه این روزها روزای شریر هست در اول تسالونیکی باب 5 آیه 4 تا 6 اینجا میخونم برای شما اما شما ای برادران و نتولی خواهرانم همینطور در تاریکی نیستید تا آن روز چون دزد غالفگیرتون کند شما همه فرزندان نور و فرزندان روزید ما به شب و به تاریکی تعلق نداریم پس, مانند، پس ما نباید مانند دیگران در خواب باشیم بلکه باید بیدار و هوشیار باشیم و معمولا خیلی ممنون معمولا بیدار هوشیار شدن مخصوصا زمانی هست که زمانی که واقعا ما هیچ میگم آگاهی نداریم چه اتفاقاتی میافته زمانی که همه چی اوکی همه چی خوبه دیگه اونجا به حال بیدار شدن یعنی ما باید با دائما بیدار باشیم فقط مخصوصا در این قسمت ها که ما الانم زندگی میکنیم باید واقعا ببینیم که الان چه کاری باید بکنیم چی باید چه عکس عملی باید بکنیم مخصوصا هم که الان میبینیم که این اتفاقاتی هست که نه فقط توی ایران میفته الان پوتین با این جنگ و با این بمب اتم رو که الان اینجا بیرون آورده و همینطور هم برای کشورهای دیگه هم میبینیم که الان ارمنستان و همینطور هم اه اه این جنگ بین ارمنستان و همینطور آذربایجان دوباره یه اتفاقاتی میفته و حال ما میتونیم بگیم ما فقط ایرانی ها هستیم درد میکشیم برای کشورمون کشورهای دیگه هستن درد میکشن برای کشور خودشون الان روسیه الان میبینم که از روسیه فرار میکنن میگن که این وطن ماست و پوتین با رفتارش ما رو بیرون میکنه یعنی درد های زیادی هستن در این دنیا و خیلی مهمه که ما واقعا بدونیم که الان ما که الان فرزندان نور هستیم الان چطور باید رفتار کنیم در تاریکی نیستیم میگه پس ما نباید مانند دیگران در خواب باشیم بلکه باید بیدار و هوشیار باشیم و در اول تواریخ کتاب اول تواریخ باب دوازده یا سی و سه اینجا می نویسه و از بنی یساکار کس، کسانی که از زمانها خبر داشتند میفهمیدند که اسرائیلیان چه باید بکند این قبیله بود قبیله اسرائیل بود که خودشون در این زمان میدونستن زمانی بود که داوود هم, هم, از کشور از اسرائیل اونجا بیرون کرده بودند و شروع کردن نگاه نگاه کنن الان چه زمانی ما زندگی می چی باید الان انجام بدیم طبق معمول باید همینطور ادامه بدیم یا الان باید یک مثل دنیا رفتار کنیم و در این قسمت من یه چیزی هست که واقعا باید تقریبا میتونم بگم سال به سال اتفاقاتی که میفته واقعا باید نگاه کنیم که در چه زمانی است خدا چی میخواد انجام بده خدا چی میخواد انجام بده آیا همه چی از زیر کنترل عیسی مسیح بیرون رفته ما اینو باور میکنیم و میدونیم تمام زمان مکان همه چی در دست عیسی مسیحه آمین اوست که حکومت میکنه و خیلی عالیه که زمانی که عیسی هم از این شاگردانش رو ترک کرد یعنی گفته من باید برم پیش پدر اولین چیزی که گفته گفته که تمام قدرت در آسمون در زمین به من داده شده است یعنی تمام قدرت اقتدار هر چیزی در که در آسمانی که مال زویزو مال خداست مال عیسی مسیح و در زمین یعنی هر اتفاقی که اینجا میفته هر امت و هر کاری میخوان انجام بدم او همه چیزی کنترل اوست هنوز پادشاهان هیچ تصمیمی نگرفتن خدا میدونه و طبق طبق نقشه خودش خدا رفتار میکنه و نقشهش اووردن پادشاهی خودشه نجات تمام این افرادی که در این دنیا زندگی میکنن این هدف خداست و طبق این الان خدا رفتار میکنه به این خاطر زمانها زمانها، در و یا ما باید زم، زمانهای زمان زمان زمانها رو ما تشخیص باید بدیم در اشای نبی باب ۸ آیه اینجا صحبت میکنه میگه که آیا قومی از خدای خود سوال ننماید و آیا از مردگان به جهت زندگان سوال باید نمود یعنی خدا میخواد اینجا بگه آیا واقعا اگه مشکلی اگه چیزی هست نباید بیایم پیش من اول هر اتفاقی که میفته نباید قوم بیاد پیش من چرا میرین از دنیایی که دنیا اصلا هیچ اطلاعی نداره هیچ خبری نداره از نقشه خدا درسته دنیا اصلا نمیدونه ما یه زمان ما هم در دنیا بودیم از طرف روحانی کور و کر بودیم ما جسمانی بودیم نمیدونستیم به چه دنیا به چه دلیلی ما خلق شدیم الان خدای زنده چه خدایش چه محبتی هست که خدا نسبت به ما داره این همه چیز اصلا آگاهی نداشتیم درسته ما هم در ظلمت بودیم و فیض خداست که ما نجات پیدا کردیم به این خاطر اینجا میگه که آیا قوم من نباید اول بیاد پیش من اتفاقی میفته پس بیا اول پیش من نه رو الان از جاهای دیگه بپرس چی باید انجام بدیم موافق هستین آمد. ما میریم نمیریم پیش یک شخص نمیریم پیش یک بگم پادشاه بلکه می میریم پیش خدای پادشاهی پادشاه پادشاهان رب بل ارباب یه کسی که تمام دنیا رو میچرخونه چشما شوله آتش از همه چی آگاه داره پس احمق هم زمانی که اتفاقاتی میفته نرم اول پیش میگم ایسا چه اتفاق کجا چه کاری میخوای تو انجام میدی در چه فکری هستی فکرت او از فکر ما فرق میکنه راه های او از راه های ما هم فرق میکنه آمین بعضی وقت میبینی که خدا کارایی میکنه و ما رو خیت میکنه با کارهای خودش یه همون نشون میده جلال و شکوه خودش رو. آخر میگیم آها من نمیدونستم ببین این خاطر مخصوصا در این زمان عزیزان من عنوان شبا ما نسلین اینطور با هم در این قسمت یک هستیم واقعا ما باید الان کلیسا رو آگاه نگه داشتیم الان کدوم زمانی هستیم و چی باید الان انجام بدیم مهمترین چیز چیه عیسی جان آمدیم صدای تو رو بشنویم تو چی میگی امروز هم هم قصد این که انتخاب کردم که آوازت رو زمین رو نگه میدارن یه کلامی از تو همه چی فرق میکنه همه چی عوض میشه چه جلوی این خدایی هستی میگی که روشنایی شو، روشنایی شود و روشنایی میشه و تمام میلیاردها چیزایی هستن فرشتهایی هستن که با این صدایی که میکنه شروع میکنن به حرکت کردن ایران چیه یک پادشاهان چیه در مزمور دو هم نوشه ای پادشاه پترسین یکم عاقل چیز کنین به نگاه کنین به اون پادشاه پادشاه من او رو مس کردم این یه چیزی هست که به ما قدرت میده دریری میده میگیم ما یک خدایی داریم که میتونیم بریم پیشش آمین, آمین. شما اجازه هم داری آمین بگین ها <applause> یا بله یا دست بزنین برای خداوند چون واقعا بیکترین زیباترین چیز چی میگن امیدی هست که ما داریم یه خدایی که زنده هست و همه چی در دست اوست هفته گذشته یا دو هفته پیش بود همین قسمت رو خوندیم در مزمور 22 و 29 ای اینجا میگه زیرا سلطنت از آن خداوند است و او بر امتها بر امتها یعنی امتها یعنی امتها ایران افغانستان روسیه آلمان هر چیزی است. او مسلط هست خداوند مشورت امت ها رو باطل می کند ایاتوله ها اینجا جمع می شن، شروع می به فکر کردن چی باید انجام بدیم خدا میاد اینجا همه چی رو باطل می کنه آمین, آمین. <تصفيق> <تصفيق> تدبیرها تدبیرهای قبیله ها رو نیست می گرداند. مشورت خداوند قایت است تا باد توی کتاب دانیال آب باب دو آیه 21 اینجا نوشته او آقات و زمانها را تبدیل می کند پادشاهان را چی می کنه؟ ننوشته؟ چیز نه دوباره دانیال باب دو بیست و یک اونجا نگاه کنی الان دو تا آیه هایی هستن کنار هم یا زیر هم مرسی او اوقات و زمان ها را تبدیل می کند پادشاه ها را مغروب می نماید و پادشاهان ها را حسب می کند عیسی مسیح در مکاشفه باب یک آیه پنج نوشته عیسی مسیح که شاهد امین و نخستاده از مردگان و رئیس پادشاهان جهان است این یک واقعیت عزیزان او رئیس همه پادشاهانی هستند پادشاهان خوب بد پادشاهان نمیدونم پر از ظلم اوست که حکومت میکنه به این خاطر ما باید حتی در این زمان باید بیدار باشیم ببینیم که الان چه خدایی هست که اینجا الان همه چی هر چقدر هم, هم هر چقدر چیزایی که اتفاق میفته نمیفهمیم خدا میدونه چه اتفاقی میفته در مزمور 9 آیه 5 و 5 9 13 اینجا نوشتم داور عادل بر تخت نشسته میتونیم بگیم داور عادل بر تخت نشسته میتونیم این قسمت ها رو بخونین او زیرا او که به دستی بزنیم برای این خدا که <applause> زیرا, زیرا او که انتقام گیرنده خون است این خونایی که الان تو ایران ریخته میشه قطره به قطره او نگاه میکنه و هر خونی که در عدالت یا در ناعدالتی ریخته میشه در نظر خداست یعنی خدا نگاه میکنه و مگه ایشان را به یاد آورد و فریاد مسکین را فراموش نکرده است این امید ماست عزیزان به این خاطر ما باید در این زمانهایی که ما هستیم ما باید ماموریت خودمون رو فراموش نکنیم ماموریتی که خدا به کلیسا داده اینه که برین و انجیل رو به تمام بشر موعظه کنین برین اونجا افراد رو با من آشنا کنین نجات بدین برین از ایشان شاگردانی بسازین برین و همینطورم قدرت رو دادم به شما برای دعا کردن شفاعت کردن و برین پادشاهی منو بیارین زمین همینطور که ای پدر من در آسمون هست پادشاهی تو بیاد و اراده تو انجام بشه این خاندگی ماست عزیزان به این خاطر کلیسا یک سازمان سازمان م... چیز سازمان سیاسی نیست بلکه ما یک, ما یک کلیسایی هستیم که پادشاهی خدا رو یه معمولیت رو گذاریم پادشاهی خدا رو در این زمان بیاریم خدا به ما نگفته برین الان دنیا رو یکم عوض کنین برین اونجا یکم اتفاقاتی افتاده بهترش کنیم خاندگی ما اینه که پادشاهی او رو بیاریم اینا به وسیله کلام خداست اینه که به بشارت دادن و همینطور هم دعا کردن محبت کردن و با عیسی مسیح آشنا کردن قلب هایی هستن که باید نجات پیدا کنن. آمه موافق هستین این معمولیتی که خداوند به ما بخشیده و کم و پیش اتفاقاتی که در این دنیا میفته اونجاست که الان ما میتونیم بگیم که قسمت هایی هست که ما میتونیم اینجا یا شرایط هایی از مورد های خاصی هست که خدا اینجا میگه که ما در این قسمت باید صدامون بلند کنیم جز از اینکه خدمت هایی که ما انجام میدیم یعنی معمولیتی که از خداوند ما به دست گرفتیم و ما میدونیم که روح القدس با ماست که کمک میکنه یا بیشتر بیشتر من میگم نه او به ما کمک میکنه من هاز من بیشتر دوست دارم نه او به من کمک کنه بلکه من خادم او باشم هر کاری که او میخواد انجام بدم من برم اونجا به اسم عیسی مسیح انجام بدم چون من میدونم که زمانی که روح خدا در حرکت همه چی بازسازی میشه و همه چیز به شکوفه میده و یه چیزی تازه به وجود میاد به این خاطر صداهایی هست که در این دنیا هست که در این دنیا بلند میشن این تظاهراتی هست که سول آمیزه تظاهراتی هست که خشونت آمیزه وحشت با بمب گذاشتن جمع کردن کردن این امضا هاست که به حضور پیش ملت های به, ها یا به،, به، اه، اه، این چیز خیلی میشه غیرون می... حکومت میبریم اونجا که بتونن از طریق برال این امضاها خودشون یک کارای انجام بدن و این چیزهایی هستن که در این دنیا این تظاهرات هایی هستن که افراد میخوان یک کاری انجام بدن که شنیده بشن و تظاهرات همین است که ما هر کاری میخوایم بکنیم که ما رو بشنون فقط یه چیزی که خدا بیشتر در این قسمت من رو هدایت کرد در موردش کوتاه صحبت کنم یا ما متوجه بشیم زمانی که من شروع میکنم برحال صدامون رو بلند کنم باید اول بدونم که دشمن من کی اصلا حالا ما ایران رو نگاه میکنیم اتفاقاتی که توی ایران میفته یه یه خشونتی در ما به وجود عصبانیتی در ما به وجود میاد و همینطور بعضی وقت تنفری به وجود میاد چه ظلمی میشه و اونجاست که ما میخوایم صدامون بلند کنیم ناعدالتی خدا و ظلمه و دوست داریم شنیده بشه فقط ما باید نگاه کنیم ما... من فکر نمی کنم دوست داریم فقط اونجا صداتون بلند کنی شما میخوایم تب... چیزها رو ببینی انقلابهایی هایی ببینی یه چیزایی ببینی که اتفاق میفته یه چیزهایی عوض میشه درسته این زحمت ها رو این اف... ما که توی ایران این این تظاهرات میکنن خون ریخته میشه ما میخوایم آخر نتیجه رو ببینیم نمیخوایم فقط بگیم باشه و که حجاب برداشته شده نمیخوایم فقط یکم یک چیزای عوض بشه یه اتفاقی باید بیفته از ریشه باید ریشه کم بشه آمین, آمین. <applause> به این خاطر ما باید با دشمنمون آشنا بشیم این دشمن ما کیه ضد کی ما میجنگی؟ من نمیرم فقط توی سفارت مثلا ایران یا آلمان اونجا صدامون بلند کنم میدونم به هر یه کاری هست که ما انجام میدیم فقط زمانی که همینطور گفتم زمانی که من دشمن رو میدونم دشمن الان کیه ضد کی باید بجنگم زمانی این متوجه بشیم دیگه باید اونجا روشمون هم همینطور عوض بشه آیا دشمن ما مردم هستند اونجا که حکومت میکنن سیاست مداران هستن نظام های دولت دولتی و همینطور هم نظام های سیاسی نظام های مذهبی مانند اسلام و چیزهای دیگه هم هست هر کسی هم باشه عزیزان ما باید بدونیم پشت الان این افراد پشت این افرادی که این افسار رو برداشتن کنترل میکنن این آیات الله ها یا این مردای روحانی پشتشون این روح اسلامه روح اسلامه که از ایشان استفاده میکنه که این ظلم رو این درد رو این خشونت رو بیارن و ما علیه روح اسلام یعنی ضد روح اسلام کاری نمیتونیم بکنیم اینجا که عیسی مسیح باید رو به رو بشه آمین, آمین. اگر بخوایم چیزای عوض کنیم شاید یه قسمت هایی شاید با این صدا هامون عوض میکنیم فقط اینجا تقریبا مثل این که یه چیزایی که بیرون عوض میکنیم فقط داخل هنوز عوض نمیشه این عوض شدن این مال خداست مال عیسی مسیحه و این فقط و فقط اینجا باید عیسی مسیح روبرو رو بشه و عیسی مسیح قدرت رو شیطان رو شکسته هر روحی وجود داره هر زانوی باید خم بشه و هر زبانی اقرار کنه او خداونده فقط اونا هنوز نمیدونن فقط ما میدونیم یک روز اینو خواهد شد به این خاطر جنگ ما کتاب مقدس اینجا میگه که زیرا که ما رو کشتی گرفتن با خون و جسم نیستیم فقط کارهای انجام نمیدیم که الان یه چیزای عوض بشه بلکه اینجا میگه که با خون جسمی بلکه با ریاست ها و قدرت های و ج... قدرت ها و جهانداران این ظلمت و با فوج های روحانی شرارت در جاهای آسمانی اونا هستن که کنترل میکنن ایران رو و زمانی که ما با انسان میخوایم شروع کنیم روبرو بشیم بجنگیم اوکی شاید یک چیزایی به دست بیاریم فقط اصل از اونجاست و اونجاست که خداوند به ما این اقتدار رو داده گفته که اینا شما رو قوت میبخشم که ماران و اغربان و تمامی قوت دشمن رو پایمال کنید این استادگی این جای ماست عزیزان الان ما در این زمان زندگی میکنیم هر چقدر دردناک ببینیم که اتفاقی میفته فقط خدا میخواد یه کاری انجام بده و ما باید هوشیار باشیم در این قسمت من میگم عنوان شبان من مسئول هستم با نسیم با هم بگیم یه تظاهراتی از اول باید جلوی تخت ایسای مسیح بکنیم اولین جا اینه بعد از این اگر میخوایم بریم کارهای انجام بدیم تظاهراتی بکنیم جلوی سفارت و هر جایی که هست اونه مشکلی ندارم مشکل اینه که قبل از اینکه بریم پیش عیسی مسیح اونجا از اونجا بخوایم و اونجاست که این کلیت برال کلیت این انقلابه اونجا اول باید بعد از این میتونیم الان یعنی روح القدس هدایت میکنه بریم اونجا جلوی سفارت ها هر جایی که هست اونجا برال بتونیم تظاهرات کنیم اعلام کنیم پرچم ایران رو چیز کنیم آزادی بگیم فقط من میدونم و ما واقعا عزیزان مسئول هستیم مسئول کلیسا هستیم مسئول شما هستیم بگیم که کلید اصلی کجاست از چی باید استفاده کرد و این جلوه تخت عیسی مسیحه ما میتونیم زمانی که ما با یک دل با اتحاد با هم جلوه تخت عیسی مسیح میایم مثل امروز الان امروز یه چیزی جمع کوچیکه الان تصور کنید که ایماندارهای زیادی میان در اتحاد در یک دلی و این تو آلمان بود تو آمریکا بود جاهای مختلف بود تمام ستادیون رو با چیز کرده بودن پر کرده،, پر کرده بودن سه روز اونجا فقط جمع شدن فقط دعا میکردن شفاعت میکردن ایماندارها با یک دل با اتحاد و اونجاست که خدا نگاه میکنه میبینی که این دنیا رو دادم به کی؟ به قوم من این کلیساها ها نماینده پادشاهی من هستم به این اقتدار رو دادم و متاسفانه این استفاده نمی کنن. به, ای، به این خاطر این طوری که من میخوام عکس عمل کنم نمیتونم انجام بدم به این خاطر اولین تظاهرات هایی که ما باید انجام بدیم جلوی تخت تخت ایسای مسیح است که باید برگزار بکنیم ما متعل, به فرمان، فرمانده آسمانی هستیم فقط ما باید با قانون ها و سله های خدا مبارزه کنیم یعنی از اون استفاده کنیم ما صداها رو به حضور خداوند میاریم فقط یک صدایی هست عزیزان که سکوته فقط خدا میشنوه هیچ صدایی نمیشنوی هیچ صدایی نمیاد فقط خدا این صدا رو میشنوه زمانی که غاین علیه آبیل گناه در با قدم بود اونجا خداوند خدا آمد و اونجا گفته که ای هاین چه کردی؟ خون برادرت آبیل از زمین نزد من فریاد فریاد می آورد خون صحبت میکنه صدا داره خون هرچقدر ما نشنویم او میشنوه میگه که خدا میگه میشنوم این خون رو ای داد رو همینطور که قبل از این هم, خوندیم که گفته زیرا خدا که انتقام گیرنده خون است ایشان را به یاد آورده و فریاد مسکین مس... مس... مساکین را فراموش نکرده است یک صدایی هست عزیزان این دیگه از زبان ما نمیاد از این خطر خطر خونی که میفته در ناعدالتی شده خدا میشنوه به. به این خاطر در یک زمانی زندگی میکنیم حتی میتونم بگم شاید خدا میخواد از این زمان استفاده کنه که کلیسای خودش رو بیدار کنه کلیساهای خودش رو دوباره یک کنه یه کلیسایی که الان ما هستیم کلیساهای دیگه هست با هم دیگه توش درد همدیگه رو قبول نمیکنن سر همدیگه رو میکوبن جدایی به وجود میاد هم میتونم کلیسا با یک کلیسای دیگه با هم غر است غر هستن جدا هستن یک کسی پشت و یه کسی حرف میزنه اتحاد نیست واقعا زمانی که فکر میکردم گفتم که شاید خدا اینا نمیخوام بگم این اجازه داده اتفاق بیفته فقط ما میدونیم که هر چیزی که اتفاق هم از دید خدا دور نیست یعنی خدا آگاه است. فقط یک زمانی است که مثل که خدا میگه که ای قوم من این کلید انقلاب در دست شماست مگه تو شما با یک دلی اتحاد بیاین در نزد من و دعا کنین و شفاعت کنین اون خونایی که اینجا ریخته میشه اینجا با عشقای خودتون جلوی تخت من بیاین من میشنوم در دوم تواریخ نگه که اگر قوم من که به نام من خوانده می شوند نزد من دعا کنند و توبه نمایند و از راه های پلید خود رو بازگردند آنگه من از آسمان خواهم شنید و گناه ایشان رو خواهم بخشید و کامیابی, کامیابی به سرزمین آنها خواهم داد خوبی رو شفا رو نجات رو آزادی رو به شما خواهم داد اگر قوم من که به اسم من خوانده شدن جمع بشن با اتحاد با یک دل این تمام این این تفرقه هایی که هستن این جدایی هست ورداریم آشتی کنیم با هم دیگه کلیسا با کلیسا آشتی کنن با همدیگه جمع بشیم امیدوار هستم آرزو من اینه یک روز الان یک امسال شاید سال آینده نمیدونم یک استادیونی اونجا واقعا اونجا کرایه کنیم که تمام ایر... آل... تمام تمام ایماندارای ایرانی و همینطور ما ایمان... ایماندارای از ملت های دیگه ما جمع بشیم تو استادیوم 50 60 هزار نفر با اتحاد یک دل دعا کنیم میدونی چه قدرتی هست چه اقتداری هست اونجا این کلیتی هست که ما ریشه رو خراب میکنیم و مطمئن هستم خدا دنبال دنبال ماست دوباره میگم قدرت انقلاب عزیزان خداوند به دست کلیساهای خودش رو بخشیده و زمانی که ما جمع بشیم زمانی که شروع بکنیم دعا کردن شفاعت کردن روزه گرفتن بها رو پرداخت کردن یه بهایی باید پرداخت کنیم و زمانی که زندگی خودم رو درست میکنم با خداوند و از رابطه من با تک تک برادرها خواهرها درست میکنم این نشانه ای اینه که من بها رو پرداخت میکنم خدا دعای مرد عادل زن عادل رو میشنوه و شروع میکنم خدا رو جستجو کردم ملاقات با خدا داشتن این چیزهایی هستن که از که تاثیر میذارن زمانی که ما جمع میشیم دعا میکنیم نه فقط توی کلیسا ما کلیساهای زیادی هستن که این جلسه یه دعا خیلی ضعیفه پنج شیش نفر ده نفر هستن بعد از این میگیم آزادی برای ایران آزادی برای ایران آزادی برای نمیدم قوم ما از آزادی از قلب تو از اینجا شروع میشه زمانی که ما جمع بشیم و دعا کنیم و رابطه خودمون درست کنیم با خداوند امروز هم همینطور که عشا داریم تصادفی نیست من مطمئن هستم الان خدا میخواد بگه که واقعا دلت میسوزه برای قوم خودت برای هموطانی دلت واقعا میسوزه الان بیا زندگی خودت رو با خر برادرات درست کن اونقدر پچ پچ نکن اونقدر تو پشت کلیساهای دیگه صحبت نکن اون کلیسای این کار کرده اون کلیسای اینو کرده یک روز داوری خواهیم شد بیایم زندگی خودمون درست کنیم علی جلو خداوند آشتی به وجود بیاریم بین خودمون اول این آزادی خودمون الان اینجا زندگی کنیم بعد از این جمع بشیم بعد از این دعا کنیم شفاعت کنیم بعد از این چاید یک سال طول بکشه دو سال طول بکشه من نمیدم زمان در دست خداست اون موقع میبینیم خدا یک ریشه کنی میکنه که تا اصلا فکرش نکردی <applause> یک زمانی بود روسلند بود یا کمونیست بود و خدا یک گرباچوف رو بر می داره. تمام قدرت چیز رو میشکنه کمونیست رو میشکنه و کتاب رو خوندم چطور به وسیله دعاها که خدا در قلب افراد رو گذاشت برای این مطلب دعا کنن خداست که تاریخ رو می نویسه عزیزان نه من نه تو فقط من باید با تاریخ او یک بشم به این خاطر لازم دونستیم امروز هم در این قسمت این آگاهی رو بدیم و من اینطوری که من احساس میکنم نمیخوام بگم که الان من رویایی داشتم من خدای من خودم رو میشناسم هر قطره خونی که در ناعدالتی ریخته میشه یک شخص نجات پیدا میکنه در ایران یعنی این هایی که ریخته شده بدون صدا نخواهد بود فقط صدای خدا نجات قوم ما هستند من مطمئن هستم چون کار خدا رو تقریبا میشناسم یک بیداری خواهد آمد یک بیداری عمیقتر خواهد آمد در زیر زمین ایران که از پایین همه چیز رو میکنه آم بالا آمدن و اونجاست که خدا شروع میکنه این قدرت اسلام رو شکوندن به وسیله کی؟ به وسیله روح خدا در این جمعیت ما در ایران در ایران هست نه بیرون از ایران در ایران هستن آمین این نقشه خداست به این باید آشنا بشیم به این خاطر ما باید سعی کنیم الان خدمت ما اینه که دعا کنیم شفاعت کنیم و, و انجیل رو معزه کنیم به کشورمون به هموطان خود به, به،, به خود به خانواده خود ما الان از کانال همینطور میدیا سعی میکنیم الان قطع کرده شیطان قطع کرده که ما وارد نشیم و همینطورم برال برای خودش هم نتونن فقط خدا راه های خودش رو داره از طریق رویا از طریق ویزیون از طریق معجزه ها خدا خودش اونجا نشون میده باور کنین چشمای خدا بازه برای کشور ما به این خاطر میخوام تشویق کنم عزیزان دست عیسی آماده هست بیاییم آن را با تری... از طریق دعا و شفاعت خود حرکت دادیم برای کشورمون ایران آمین حالا میخوایم وقت رو بذاریم برای عشا و برای اشا هم واقعا این نمیدونم چقدر این کلام با تو صحبت کرده یا نه الان دعا کنین خودتون رابطه خودتون با خدا و همینطور با دیگران برادر خواهر درست کنین اگر قلب برای ایران دارین امروز هم میتونم با نسلم که دعا میکردیم گفتم حداقل اگر برای عیسی قلب نداره برای, برای قوم قلب... دارین نداره رابطه رو درست کن بعد معمولا برای عیسی ما میخوایم عیسی رو خوشنود کنیم من میرم پیش عیسی مسیح دعا میکنم شفا اولین جا اینجا که چون میخوام احترام بزنم میگم تو هستی اصل به این خاطر وقت بذاریم الان یه چند دقیقه چشمان رو ببندیم و نگاه کن تو یک کلیدی هستی تو یک کلیدی هستی خدا میخواد از تو استفاده کنه نگاه نکن به جمعیت خدا میگه که حاضر هستی حاضر هستی با برای این درد و رنج و این ناراحتی رو برای کشورت میکشی حاضر هستی زندگی تو رو درست کنی با من زندگی تو درست کنی با برادر خواهرات همینطور نوشته از راه های پلید خود باز کردی تمرکزت به من بکنی و هر کسی هم هست توی زندگی تو یا شاید پشت کلیساهای دیگه صحبت کردی پشت شبانان اونجا نمیدونم داوری کردی یا خادمین هر چیزی میتونه باشه الان باید توبه کنیم و باور کنیم که خدا همه چیزی رو دستشه خش به حال سول کنندگانشان پسران خدا خوانده خواهند شد